بیننده نیمه روز هستین. بدون تردید هر انسان داره یک سلسله صفات و خصوصیاتی است که عادات یک شخص میتونه البته تشکیل بده یا عادات یک انسان یا ما انسان ها را میتونه که شکل بده یا مشخص بسازد و همچنین روانشناسا الگوهای بسیار متنوعی را برای شناختن شخصیت یک فرد در نظر گرفتن و هم بیان کردن که هر کدام ویژگی های خاص خود داره و هر کدام به نوعی از آنها میتونه شخصیت ما و شما را پیریزی کنه و یا هم رقم بزنه. و همچنین اگر نگاهی به تاریخ مکتوب انسان هم داشته باشیم میبینیم که معمولا در نوشته های دانشمندان، فلاسفه و کسانی که تاریخ نویس هستند به گونه زندگی و یا هم شخصیت های انسان ها را در کتاب نوشتن و به این ترتیب انسان ها را با شخصیت های مختلف و الگوهای مختلف توصیف و تعریف کردن. اینکه شخصیت چی است، چگونه شخصیت ما پیریزی میشه و داشتن شخصیت سالم کدام نوع شخصیت است و ما چقدر میتونیم یک فرد با شخصیت باشیم، موضوعی است که در برنامه امروز و بس بررسی میگیریم، چرا که بحث شخصیت و خودشناسی مخصوصا یک بحث مهم است و باید ما خود بشناسیم. تا که نشناسیم بدون تردید نمیتونیم ما شخصیت خود پیریزی کنیم. پس امروز با ما همراه باشین و در رابطه با خودشناسی معلومات حاصل کنین تا با استفاده از خودشناسی بتونین شخصیت سالم برایتان پیریزی کنین و به این ترتیب دارای یک شخصیت خوب باشین، چرا که انسان ها تمایل دارن که با شخصیت باشن. ما هر وقت که میشنویم که میگن فلانی شخص یک شخصیت خوب و با شخصیت است، واقعا احساس غرور آدم میکنه. پس شما هم امروز برنامه ما را دنبال کنین و معلومات ما را حاصل کنین تا بدونین که چگونه خود بشناسین و بعدن شخصیتتان پیریزی کنین. در این بحث ما را کسی که همراهی میکنه جناب محترم استاد عبد المختار حقبین هستند با موضوع بسیار مهم. جناب استاد سلام بر شما، نیمه روز زیبایتان بخیر. خرسند هستم از یک در برنامه امروز ما همراه هم کلام هستین و در رابطه با یک موضوع بسیار خوب بحث انتخاب کردین و میخواین صحبت داشته باشین. تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما. خدا کنه که از مرضی فصلی جان به سلامت برده باشین و سالم شده باشین الحمدلله. و خدمت بینندگان محترم، نیمه روز شما و نیمه روز بینندگان محترم بخیر. تشکر، زنده باشین. جناب استاد که با مصروفیت‌های فراوان باز هم مهمان برنامه ما هستین و صحبت‌های مفیدتان ما و همچنین خانواده نهایت محترمی که بیننده برنامه ما هستن مستفید می‌سازیم. بیان به عنوان نخستین پرسش از شما در رابطه با خودشناسی پرسش داشته باشم که خودشناسی چی هست. بعد از این بازی که چرا ما باید خود را بشناسیم و سوالات بعدی مطرح خواهد شد که از شما در برنامه امروز جویا می‌شیم جواباتش. می‌رویم جناب استاد. خب خودشناسی مقسم که وقت بحث کلمه خودشناسی را یاد می‌کنیم هر کس امو آگاهی درون فردی خود را میدونن یا طرفی که ذهنشان مشغول میشه به امو صفات شخصیتی خودشان مشغول میشه که ما دارای چه استعدادهایی هستیم، چه توانایی ها را داریم، چه کارهایی را باید انجام بدیم، چه کارها را میتونیم انجام بدیم، چه کارها را نمیتونیم انجام بدیم. عادات و خواص ما چی هست معمول در درون فرد مشخص میشه. اما در کل بحث خودشناسی مربوط میشه به معلومات توصیفی که از شخصیت انسان برمیخیزه و انسان از او آگاه است و آگاهی کامل از او داره. بحث خودشناسی بحثی است که از دیر زمان همون قسمی که شما در مقدمه خود یاد کردین در نوشته های متفاوت از فیلسوفا و سخنوران بسیار مشهور مطرح شده و صفات شخصی هر فرد را بیان کرده. این صفات شخصی هر فرد بازگوی اون شخصیت فردیش هست که او را به یک انسان تشبیه کردن یا به یک انسان خوب تشبیه کرده یا به یک انسان خراب تشبیه کرده. از روی هست که اهمیت خودشناسی بی نهایت مهم و اساسی خوانده میشه بر هر انسان تایی که از خود آگاهی داشته باشن و خودآگاه باشن و بدانن که ما داریم چه صفاتی هستیم، چه توانایی ها را داریم، چه عادات را داریم و چه عادات را نداریم. اساساً بحث خودشناسی مربوط بر این میشه که ما در قسمت نقاط ضعف خود و در قسمت نقاط قوت خود آگاهی حاصل بکنیم. او نقاط قوت خود را ما برای خود بازگو بسازیم، مکرراً بازگو بسازیم و در قسمت نقاط ضعف خود تلاش بکنیم تا بر از او حاکمیت پیدا بکنیم و بدیل یا گزینه‌های دیگر جاگزین نقاط ضعف خود بسازیم. پس برای انسان کمک میکنه تا انسان خدا بشناسه و نقاط قوت ضعف خود تشخیص داده بتونه. آن استاد یک تعداد افراد هستن که میتونن این استعداد دارن که امو خدا بشناسن و نقاط قوت ضعف خود مشخص بسازن و در قسمت برطرف کردن نقاط ضعف اقدام کنن و نکاتی که قوتشون است اونها را بیشتر تقویت بسازن. اون بعضی از افراد این توانایی را ندارن. پس چی روش‌های وجود داره که ما خدا بشناسیم با یا از او شیوه استفاده کنیم تا ما بتونیم که خدا بیشتر خوبتر بشناسیم؟ تشکر، سلامت باشین. تمرینات بسیار متفاوتی وجود دارد در زمینه. من چند تمرین برای بیننده های محترم میگم، خدا کنه که بر خود تمرین بکنند تا اینکه از خود آگاهی پیدا بکنند و این مسئله خیلی نیک هست، خیلی معتبر هست. حتی شما در هر جایی از اصلا یک مهارت است، خودشناسی را به عنوان یک مهارت توصیف بکنیم در زندگی تا موفقیت را بر ما تضمین میکنه. به او اساس است که چند تمرین ما مستلزم میدونیم تا اینکه خودآگاهی پیدا بکنیم. تمرین اول این است که ما روی نکات مثبت خود توجه داشته باشیم و تکرار بکنیم بر خود. بله، مثلا چگونه نکات مثبت خود تشخیص کنیم که یک کاری که انجام میدیم این نکته که من انجام میدم مثبت است؟ خیلی سوال خوبی است. اولین کاری که ما باید بکنیم بهش بیایم بر خود بنویسیم یا بیایم برای خود بازگو بسازیم. یعنی دقیقاً بازگوی واژه‌های عاطفی باید بکنیم. یعنی ما بیایم بر خود بگویم ما آدم خوبی هستیم، من یک شخصیت بسیار متواضع هستم، من یک شخصیت بسیار متوازن هستم در زندگی، من انسان خوبی هستم، انسان اخلاقی هستم، من یک انسان افراطی نیستم. این واژه‌های عاطفی را بر خود بازگو بسازیم، چندین بار تکرار بکنیم. مقوله در عربی هست که میگه التکرار یعلم الحمار، به این معناست که تکرار حتی مرکب را هم میتونه به او آگاهی برسانه. ما اگر چندین بار چنین واژه ها را استفاده بکنیم و تکرار بکنیم، قطعا ما بر ما ثابت میشه که اگر شما شخصیت متواضع هم نباشین، اگر ما یک شخصیت متوازن هم نباشیم در زندگی و یک شخصیت قاطع هم نداشته باشیم، با تکرار از این جملات مثبت ما قادر به این میشیم که شخصیت ما را دگرگون بسازیم و به اون نقاط ضعف خود کنار بیاییم. یک تمرین ای است. یک تمرین دیگه ای است که ما تمرین تلقین، ما خود تلقین کنیم. اگر مهربان نیستیم بگوییم ما مهربان هستیم، بالاخره مهربان میشه. اگر شخص عصبی هستیم چند بار بگوییم ما شخص بسیار آرام هستیم و عصبانی نمیشیم زود. این میتونه که تاثیر مثبت داشته باشه. بگذاریم که خوب شد از مهربانی یاد کردیم استاد، که از یاد بکنیم از اینکه دختر خانم ها خیلی حساس هستند در این قبال و توجه ما به این است که هر خانم از خود شناخت دقیق نداره. خدا تلقین میکنن که ما خیلی مقبول نیستیم، مقبول تر از ما کسای دیگه هستن یا همسال هم، چرا بحثشان متمرکز به عاطفه هست، به احساسات بیشتر از هر کس دیگه اهمیت میتن. از اون جهت است که بیشتر اینا بر خود باید بازگو بکنن، حتی بنویسن بر خود تا اینکه مشخص شود که از خود شناسایی داشته باشن و واقعا خود را تعریف و تمجید بکنن. تمرین دوم که از خود باید داشته باشن این است که چرا بپرسم. همیشه وقت بعد از هر کار چرا را باید پرسان بکنم. قبل از هر کار باید از خود پرسان بکنم چرا من این کار را میکنم، چرا این تصمیم را میگیرم، چی نکات در این تصمیم نهفته است، چی تضمینی وجود داره که این تصمیم را که من میگیرم، کار را که من انجام میدم، نکات مثبت را در زندگی من باور میاره و یا تغییر مثبت را ایجاد میکنه در زندگی من، چرا من این کار را انجام میدم. اساسا بحث چرا خیلی مهم است در زندگی. چرا خود چرا دقیقاً خود چرا مشخص میکنه که شما دارید چی توانایی هستین، آیا قادر هستین به کار به انجام چنین کار یا قادر نیستین. اصلا چرا، واژه چرا بحثش به این است که اعتماد سازی میکنن در خود انسان و خود را آگاه میسازن، خود انسان را آگاه میسازن که شما یک اعتماد نفس کاذب نداشته باشین، یک اعتماد نفس بسیار بالقوه داشته باشین که شما در انجام چنین کار مفید واقع شدن. اما اگر قبل از انجام کار ما از خود چرا را بپرسان بکنیم و فرایند تطبیق امو کار را پیش خود برنامه ریزی کرده باشیم و انجام داده باشیم، قطعا ما در آخر کار نتیجه که به دست میاریم از او اعتماد به نفسی است که ما سر خود اعتماد کردیم و تصمیم را رفتیم گرفتیم و بالاخره به کار رسیدیم. ما از خود آگاهی پیدا کردم دقیقاً که ما در یک شب از امتحان 50 صفحه کتاب را بسیار به شکل خوب و بسیار به شکل مفهومیش قادر به این میشم که بفهمم، تحلیل بکنم، تجزیه بکنم و دوباره پس برای کسی دیگه تشریح و توضیح بکنم. این قدرت من از جایی فهمیدم که من از خود سوال کردم چرا من باید در یک شب 50 صفحه را باید بخونم، چه چیز باعث میشه که من باید 50 صفحه را بخونم، چرا من این قدرت باید داشته باشم، آیا من همین قدرت دارم یا ندارم، چرا باید تصمیم را بگیرم، چرا اصلا باید برم بخونم، چه وقت باید برم بخونم. از چرا و از چگونگی یا امثال هم که نمونه از سوالیه هست مشخص میکنه که شما اعتماد به نفستان بیشتر است و نه اوور کانفیدنس یا امو اعتماد به نفس بیش از حد یا مزاید و یا افراطی رو دارین و نه اعتماد به نفس کاذب یا نداشتن اعتماد به نفس که کاذب هست و ما گویا خود تلقین میکنیم که ما اعتماد به نفس داریم، نه هم او را میگیره. تضمین میکنه که شما اعتماد به نفس ثابت و قاطع دارین. تمرین دوم ای است. تمرین سوم است که ما بادی لنگویج خود را مشخص بسازیم. یعنی زبان بدن خود را بهش آگاهی پیدا بکنیم. منظور از آگاهی زبان بدن این است که شما وقت صحبت میکنین، وقت رفتار میکنین، وقت تصمیم میگیرین، وقت جای حرکت میکنین، وقت با کسی صحبت میکنین، در یک مجلس مشخصی هستین، از خود فیلم بگیرین. خیلی ساده. یا روبروی آینه بنشینین و با خود صحبت بکنین و پس این را به شکل خودآگاهی بیاین در خود بفهمونین. ببینید شما از خود فیلم بگیرین. خیلی ساده است که شما در هر جا، در هر محفل، در هر مقطع از زمانی، در هر مجلس یک روش متفاوت از خود را داشته باشید. خب، شما اگر بیاین این کار را انجام بکنید، بله اگر شما فیلم را بیاین بگیرین و فیلم پس بر خود بازگو بکنید، به نمایش بگذارین بر خودتان، دقیق میفهمید که خب من اینجا باید گپ نمیزدم، من اینجا باید دست خود را به شکل شور نمیدادم، زبان بدن من خوب نبوده، خیلی قهر بودیم، افراطی اینجا عمل کردیم، اینجا بسیار مفرد عمل کردیم، ما باید جدیت می‌داشتم، قاطعیت باید می‌داشتم، اینجا کار خوبی را کردیم، اینجا کار خراب را کردیم. ما دقیقاً پی می‌بریم به نقاط مثبت و منفی خود. از دیدن ویدیو ما اعتماد به نفسم حاصل می‌کنیم، توجه می‌کنیم که خب کدام کار ما خوب بوده که ما به او بیشتر اهمیت بدیم، کدام کار ما خراب بوده که تا به ذهن خود بفهمیم که ما متمرکز به او شویم که دیگه از چنین کار ممانعت بکنیم. یک تمرین دیگه ای است که آلرن برگ دانشمند جامعه شناس آلمانی بهش بر اولین بار اشاره کرد و ازش یاد کرد به نام اصطلاح کودک دورانی یا کودک درون. کودک درون به معنای به کسی خطاب میشه که همون خاصیت ها و خواص های کودکی را در بزرگسالی داره. به این معناست که یک خاصیت در کودکی داشته، او خاصیت را به اون شکل باقی مانده، به اون ترس کلان شده و وقتی به بزرگسال هست یک مانعی است که او کار را انجام بده. بسیار مثال ساده برش میزنیم به اینکه قرار است کسی کار را انجام بده و یه آدم باید مانع شوه، چیزی باید برش بگه، ترس داره از گفتن چیزی، چرا که در کودکی سرکوب شده از اینکه چیزی را باید بگه و خودش توجه نکرده ای که خود تربیت بکنه و به تربیت خود برسه. ما یک چیز دیگه هم که داریم در قسمت خودشناسی، مستلزم تربیه هستیم. هر شخصیت، هر کارکرد، هر انسان چقدر که بزرگ میشه هیچ وقت از تربیه و از امو چارچوباتی که بر خود تعیین میکنه مجزا نیست. اما قسمی که ما در دوران کودکی خود مستلزم همه یک چارچوب هستیم، همه یک قاعده هستیم که پدر یا مادر یا خانواده یا بزرگ سر ما میگذارن که شما فلان ساعت خواب بکنین، فلان ساعت چیزی را بخورین، فلان ساعت چیزی را نخورین، چیزای پاک را بیشتر بهش توجه بکنین، چیزای پلید را باید از دوری بکنین. امثال هم قاعده و تقسیمات مشخصی برای ما میسازد. دقیقاً ما این مسائل به خصوصیات و خواص خود مشخصاً باید بفهمونیم و بگوییم بر خود که خب ما دارای چه نقاط قوت هستیم، دارای چه نقاط ضعف هستیم و چطور به نقاط قوت و ضعف خود حاکم و نائل میایم. این بحث، این تمرین خیلی خوب هست که ما باید این کار را انجام بدیم و با خود به خود تربیت بکنیم. یعنی مثل شما طفل تربیت میکنیم، مثل اینکه قرار است برای کسی چیزی نوره یاد بدین، همه قسم بر خود باید چیزی نوره بفهمانیم که خیلی تمرین عمده است به خاطر اینکه ما خودشناسی یا حالا از زمانی که ما خود شناختیم و این نکات پی بردیم، این خودشناسی چقدر در ایجاد یک شخصیت سالم و در ایجاد یک شخصیت خوب ما را قادر خواهد ساخت و چقدر نقش خواهد داشت در پیریزی شخصیت ما؟ دقیقاً وقتی ما با استفاده از تمرینایی که یادآور شدم، البته تمرین‌ها بسیار متعدد هست، تقریبا ما آمادگی به 12 تمرین داشتم که باید بازگو بکنم، اما متاسفانه وقت برنامه کافی نیست و همراه ما کمک نمیکنن تا اینکه بازگو بکنیم 12 تمرین بالاخره باشه بر برنامه‌های بعدی ان شاء الله. اما در قسمت از اینکه چطور خودشناسی و خودآگاهی نقش داره در شخصیت سازی انسان، باید بگیم که نقش بسیار کلیدی را بازی میکنه، از جهت که وقتی ما دنبال نقاط ضعف و نقاط قوت خود هستیم، مشخصاً تلاش میکنیم که به اون نقاط مثبت خود بیشتر رسیدگی بکنیم، با بیشتر تمرکز بکنیم، با تمرینی که ما از اول یاد کردیم بر خود بنویسیم یا بر خود بازگو بکنیم یا بگوییم یا خود را به یک نحو تلقین بسازیم، تلقین بکنیم که خب من کار خوب میکنم، من کار درست را انجام میدم، اما باید مثبت نگر باشم. این خیلی خوب است که شما را در راستای عادات و خواص و روش‌های مثبت کمکتان میکنن تا اینکه ذهن شما، شخصیت شما اخلاقی باید باشه و هر کارکرد شما کارکرد اخلاقی باشه و در درون چوکات اجتماع و در درون چوکات اخلاق و اجتماع همچنان منحصر به قواعد اخلاقی و قواعد اجتماعی باید باشه. یک بحث به این برمیگرده و یک بحث دوم دیگه که خودشناسی بیشتر تمرکز بر این داره که شخصیت سازی بکنه و در تشکیل شخصیت ما نقش حیاتی داره. این است که وقتی ما نقاط ضعف خود را فهمیدیم، خب تلاش باید به این بکنیم که به اون نقاط ضعف خود استوار باشیم، حاکمیت پیدا بکنیم و چطور اون نقاط ضعف را از بین ببریم. چه روش‌های متعدد را باید بگیریم، چه زمان بندی بر خود باید داشته باشیم، چطور برنامه‌ریزی باید بکنیم تا شخصیت متفاوت داشته باشیم. و بحث دیگه که ما از تمرین ویدیویی یاد کردم ازش و قرار است هر کس باید از خود ویدیو بگیره و دوباره ویدیو را بر خود پلی بکنه و دوباره پس ارجیبی بکنه خود را به شکل دقیقش که خب چه کارا را باید انجام بدم، چه کارا را باید انجام ندم، یا از کسی دیگه نظر بخواد. استاد به عنوان جنبدی خیلی خلاصه اگر چنین فرد مشخص به خودشناسی نشد و این تمرین هم نتونست انجام بده، شما مشوره میتین نزد یک روانشناس، نزد یک مشاور مراجعه کنه یا خیر؟ قطعا حتی اگر روانشناس هم در دسترس نبود، نزد یک بزرگ خانواده که خیلی بهش مهربان هست و باعث استاد عاطفیش قدر میته، نزد از اون مراجعه بکنه و به عادات خوب و بد خود به شکل بسیار خوب برای او بازگو بکنه. حتی اگر چنین فرد را هم سراغ ندارن، با خود بشینن، چنین کار را انجام بدن، با خود احساساتی عمل بکنن، خود را به عنوان یک فرد دوم محسوب بکنن، دو فرد حساب بکنن، با درون خود بشینن، امور راز و نیاز خود را به انجام بدن و در قسمت شناخت صفات خود متعدد وجود داره که ما خود را بشناسیم و وقتی خود را شناختیم با بکارگیری شیوه‌ها و یا هم روش‌هایی که جناب استاد بیان کردن شخصیت خود پیریزی کنیم. سپاسگزار از اینکه جناب استاد در این بحث ما را همراهی کردن. با امید از اینکه شما کسانی که بیننده برنامه ما بودین همچنان موضوع را گرفته باشین و عزیبات کار کنین برای خودشناسی تا خود نشناسیم. مو در گذشته می‌بینیم تا خدا نشناسیم نمی‌تونیم خالق یکتا خدا بشناسیم. پس به خاطر شناخت زندگی و شناخت خالق یکتا باید اول خدا بشناسیم. سپاسگزار هستم جناب استاد با بحث خیلی مفیدشان. واقعا همیشه در برنامه بحث‌های خوبی را انتخاب می‌کنن و زحمت می‌کشن. بازم در برنامه بعدی حضور شما را با خود خاطر داشتیم جناب استاد. تشکر از این که برنامه ما را تماشا کردید. اگر می‌خواهید برنامه قبلی را تماشا نمایید، اینجا را کلیک کنید و اگر می‌خواهید برنامه بعدی را ببینید، اینجا را کلیک نمایید و اگر می‌خواهید به کانال یوتیوب ما بپیوندید، اینجا را کلیک نمایید.